تویتان. رویه تلخ و تکراری صفهای مرغ. قیمت مرغ این روزها سر به فلک کشیده و مردمی که برای خرید مرغ به فروشگاه ها میرند مجبورند در صفهای چند ده یا چند صد نفری بایستند و ساعتها در انتظار بمانند تا مرغ را به قیمت دولتی بخرند. صفوف خرید مرغ در تبریز. خامنه ای نمیتواند صف مرغ را از بین ببرد، اما خود را رهبر شیعیان جهان میداند. همه این صفها ساختگی هستند و سپاه پاسداران برای گسترش کرونا از آنها استفاده میکند. صف مرغ در مرزداران. جهان خبردار نیست بر سر ملت ایران از دست آخوندها چه میگذرد. 13 که به در خواهد شد، ولی این صف مرغ و تخم مرغ کی به در خواهد شد؟ مسئول بی‌لیاقت و بی‌کفایت. صف مرغ و روغن فقط یک صف معمولی نیست. صف صدای شکستن استخوان مردم و له شدن غرور یک ملت است. امروز در میدان تره‌بار با دیدن صف چند صد نفری مرغ به مقام انسانیتی که وعده می‌دادند خواهیم رسید پی بردم. صف مرغ در بجنورد و احتمال بالای ابتلا به کرونا. آخوندهای حاکم که خود در ناز و نعمت در کاخها زندگی میکنند از دیدن این صحنه ها که نتیجه 42 سال حاکمیت آنهاست لذت میبرند. صف مرغ نزدیک میدان را که دیدم یاد صفهای گوشت و آرد و برنج دوران جنگ افتادم. ما تجربه کردیم، حالا نوبت بچه های ماست.